مصطفی ریش، لات دوران پهلوی، از کاباره تا جنگ، برای خودش به زن بهادوری بود، اما حواسش به ناموس مردم و مظلومان هم بود. در دهه 40 مصطفی ریش لرزه به اندام مردم میانداخت. در سال 1611 در آبادان به دنیا اومد. تا کلاس پنجم ابتدایی خوند و به خاطر بازیگوشی و شر بودنش از مدرسه اخراج شد و دیگه به سمت درس و کتاب نرفت. در دوره نوجوانی به زن بهادر آبادان شد و آوازش نه تنها در این شهر که در تمام ایران پیچید. اما چرا لقب مصطفی ریش گرفت؟ بعد از سربازی به خاطر ریش‌های بلندی که گذاشته بود به مصطفی ریش معروف شد. مصطفی ریش یکی از بزن بهادرها و لات‌های دهه 30 و 40 و حتی 50 بود. اون به هیچ کس رحم نمی‌کرد و به خاطر جسه بزرگ و قدرتی که داشت در هر دعوایی بدون شک برنده بود. ده‌ها پرونده در کلانتری‌های تهران، شیراز، اصفهان و حتی تبریز داشت. زندگیش در کابارها با خوردن آبجو و مشروبات الکلی دیگه می‌گذشت. از مصطفی به عنوان یک لات چشم پاک یاد میشه، چرا که حتی زنان هم برای گرفتن حق خودشون از مردان به اون مراجعه می‌کردند. در بحبوحه‌های سیاسی دهه 50 ماموران دولتی اون رو شبانه در خانه‌اش با زیر شلواری و بدون لباس دستگیر و به اطراف کازرون می‌برند. اونا مصطفی رو در اطراف کازرون رها می‌کنند تا اون دست از شرارت‌هاش بردار و با مامورهای دولتی همکاری کنه. مصطفی در اون شهر به سراغ مرد مشروب فروش میره و تقاضای لباس و مشروب میکنه. مرد جوان اونو نمیشناسه و بهش نمیده، اما پس از درگیر شدن با اونو میشناسه و بهش لباس و مشروب میده. سرانجام پس از انقلاب 57 مصطفی ریش هم مقداری تغییر کرد، تا اینکه با شروع جنگ اون به صف مدافعان شهر پیوست و تا آخر جنگ در آبادان ماند. خودش میگه در زمان جنگ در شهر خانه ها ویران میشد و ما برای نجات افراد به اون مناطق میرفتیم. چند سالی هم در خط مقدم جنگیدیم. مصطفی که عکس های بسیاری با فرماندهان جنگ به ویژه ارتشی ها داره، میگه زمانی که لباس میپوشیدم و اسلحه دستم میگرفتم در منطقه ای از آبادان بودم که عکاسی زیاد بود. وقتی فرماندهان ارتش میومدن به زور ماهاشون عکس میگرفتن. این بزن بهادر سرانجام در سال 88 فوت کرد.